بارندگان و بازندگان نقل انتقالات، سلام و وقت بخیر. پنجره نقل انتقالات 2019 بدون انفجار بم در روزهای پایانی خود بسته شد. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام باورتش را سابسکرایب کنید. پنجره نقل انتقالات بالاخره چند روز قبل در قاره سبز بسته شد و اکنون هم در وقفه بازی‌های ملی قرار داریم و بعد از پشت سر گذاشتن رقابت‌های ملی، مسابقات باشگاهی با جدیت بیشتر پیگیری می‌شود. اما با تمام اتفاقات رقم خورده در تابستان 2019، باید کدام تیم‌ها و کدام بازیکنان را برنده و کدام یک را بازنده لقب دهیم؟ در این گزارش به مرور مهم‌ترین برندگان و بازندگان پنجره نقل انتقالات تابستانی می‌پردازیم. پاریس سن ژرمن از جمله برندگان بزرگ تابستان 2019 بودند. پی اس جی نه تنها توانست نیما را به هر شکل ممکن حفظ کند و این می تواند در فصل پیش رو برای رویاهای اروپایی تیم فرانسوی ارزشمند باشد که عملکرد خوب هم در جذب بازیکنان به جای گذاشت. با جز جذب بازیکنان نظیر هریرا و گاناگیه، آنها دو خرید هم در روزهای پایانی داشتند. ایکاردی دور افتاده از ترکیب انتر با قرارداد قرضی راهی پاریس شد و نواس با تجربه هم به ترکیب تیم فرانسوی اضافه شد. اتلتیکو مادرید شاید بتوان آنها را بزرگترین برنده در تابستان 2019 لقب داد. هرچند تیم سیمونه مهره ارزشمند خود گریزمن را در خط حمله از دست داد، ولی سید بزرگ در تابستان 2019 داشت. آنها گزینه بلند مدت را برای جانشینی گریزمن خریداری کردند. فلیکس بازیکن جوان که برای خریدش 113 میلیون پوند خرج کردند، ولی در همین چند هفته حضورش در تیم مادریدی نشان داد چه استعدادی دارد. علاوه بر او آنها بازیکنان مهم دیگری نیز خریدند. تریپیه و هرموسو از جمله بازیکنان بودند که برای تقویت خط دفاع خریده شدند و در مجموع ترکیب تیم سیمونه تحولات چشمگیر به خود دید. انتر و آنتونیو کونته اگرچه کونته نتوانست در فصل آخر حضورش در چلسی به خواسته اش برای جذب لوکاکو برسد، ولی در نهایت برای او بد نشد. حالا او در مقام سرمربی انتر خوشحال است که مهاجم بلژیکی را در تیمش دارد. کونته در جنوری همان فصل نیز در پی جذب سانچز بود که چلسی نتوانست خواسته وی را برآورده سازد. اما حالا بعد از مدت او دو ستاره مد نظرش را در ترکیب تیم جدیدش دارد و با اضافه شدن بازیکن مثل گودین، چشم‌های زیاد منتظر نتایج انتر در این فصل هستند. تیم کونته فعلا در دو بازی نخست فصل سری آ دو برد کسب کرده است. زینیدن زیدان و پال پوگبا این دو فرانسوی را باید جز بازندگان بزرگ پنجره نقل انتقالاتی تابستان 2019 لقب داد. زینیدن زیدان هرچند خریدهای زیاد داشت و ریال مادرید نزدیک به 300 میلیون یورو خرج کرد تا ستاره های جدید را به ترکیب تیم اضافه کند، ولی یکی از بزرگترین خواسته های زیدان یعنی جذب پال پوگبا عملی نشد. دلیلش هم درخواست مالی بالا از سوی یونایتد و اصرار این باشگاه برای حفظ ستاره فرانسوی بود. با این ترتیب نه زیدان به خواسته اش رسید و نه پوگبا به آرزویش برای بازی در ریال مادرید تحت نظر زیدان. پال پوگبا در تابستان چندین بار به صورت ضمنی و سری علاقه اش برای ترک منچستر و پیوستن به ریال مادرید را نشان داد، اما در نهایت چاره ای ندید جز ماندن در اولترافورد. در این میان داستان بیل هم باعث شد تا زیدان بپذیرد در مورد این ستاره ویلزی دچار اشتباه شده است. بیل تا یک قدمی خروج از برنابو هم پیش رفت که این به خواسته زیدان بود، ولی در نهایت ماندنی شد. عملکرد او با تاثیرش در ترکیب ریال مادرید در روزهای ابتدایی فصل زیدان را خاموش کرده است. آژاکس متاسفانه این قیمت بود که آژاکس جوان برای درخشش در فصل قبل و رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان پرداخت. ستارگان جوان این تیم مورد توجه تیم‌های بزرگ اروپا قرار گرفتند و سرنوشت نصیب آژاکس شد که تقریبا برای موناکو رقم خورد و تیم ژاردین بعد از رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان چندین ستاره خود را از دست داد. دیانگ و دلیخت دو ستاره تاثیرگذار آژاکس در فصل گذشته راهی بارسا و یوونتوس شدند تا فصل چالش برانگیز در انتظار اریک تان هاگ باشد. آیا او باز هم به مدد نیروی جوان آکادمی آژاکس معجزه رقم میزند؟ نیمار او همه کار در تابستان 2019 کرد تا نشان دهد از انتقالش به پاریس که با رقم رکورد شکن در تابستان 2017 اتفاق افتاد پشیمان شده و بی صبرانه در پی بازگشت به لالیگا است. یک روز صحبت از ریال مادرید بود و روز دیگر صحبت از بارسلونا. به نظر می رسید هرچند که ترجیحش بازگشت به بارسلونا و هم بازی شدن دوباره با میسی، سوارز و پیکی بود، اما بعدش هم نمی آمد اگر پاریس را به مقصد مادرید ترک می کرد. حتی در روزهای پایانی از یوونتوس هم نام برده شد. اما مشخص بود که وقت پاریس برای خرید این ستاره برازیلی 198 میلیون پوند پرداخت کرده، قرار نیست با قیمت پایین‌تر و با آسانی وی را از دست بدهد. پاریس مشکل با فروش نیمار نداشت، ولی روی قیمت درخواستی خود پافشاری کرد تا در نهایت بازی جوانمردانه مالی یوفا و محدودیت‌های باشگاه‌ها در هزینه موجب شود انتقال نیمار منتفی شود. آیا نیمار در فصل جاری یک ستاره خوشحال است؟ تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.